بحث وظایف شرعی در ارتباط با دوستی و حد دوستی و دشمنی و حد دشمنی با خود و غیر آیات الهی روشنگر این موضوع است. آیات مکرر قرآن کریم این موضوع برای ما بیان کرده است. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا و ما جاءکم من الحق یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا یهود و نصارا اولیاء لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یعلونكم خبالا. تکرار این آیات در ارتباط با بحث دوستی و حد دوستی و براءت از مشرکین ما رو به یک وظیفه بنیادین دینی میرسونه. ولی در هیچ جایی نیست که ما بگیم که یکی از علامت‌های ولا و براء دینی این است که ما بیایم روزه نمیدونم محرم بخونیم 10 روز. کجاست این به عنوان یک عبادت، به عنوان یک فضیلت؟ بلکه برعکس، نزدیکترین یاران پیامبر صلی الله علیه و آله، عمو پیامبر صلی الله علیه و آله با بهترین وجه شهید شدن از دست حمزه، پیامبر صلی الله علیه و آله نه براشون روزه خوندن، نه براشون آه و ناله و نمیدونم مجلس عزاداری برپا کردن، نه هم چهلم گرفتن، نه سال بعد اومدن جلسه براشون گرفتن و نه در روی قبرشون مزاری ساختن، هی اثری هم وجود نداره. کل شهدای بدر، شهدای احد دفن شدن، بقیه شهدا نه مزاری بر سرشون ساخته شد، نه از خاکشون تبرک جسته شد و نه میلیون ها هزینه شد برای اینکه براشون قدمگاه بسازن. هر چیزی که در بحث مبانی فکری بر آیات و دلایل و حجت های قطعی مستند نباشه اون خرافه است، اون توهم است و شرک و بدعت هم از اینجا نشأت میگیره. لا تتخذوا بطانة من دونكم. اما جنبه های مختلف این دوستی، چه با منافقین، چه با کفار، چه با مشرکین، چه با اهل کتاب، چه با ادیان مختلف، این بحث بسیار مفصلی است و در این باب احتیاط کردن، رعایت کردن بسیار حائز اهمیت است. دوستی و محبت به خاطر الله کردن و دشمنی به خاطر الله ورزیدن مهمترین حلقه ایمانی مؤمن به شما رو اوثق قرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. مقتضای این محبت و دوستی در موارد متعدد است. اول بحث اسرار است. سر مؤمن رو نباید به غیر مؤمن رسوند، سر جامعه اسلامی رو نباید برای غیر مسلمان فاش کرد. خبرکشی و تجسس برای غیر مسلمان، بر علیه مسلمان کفر است، کفر به شمار میاد. خبرکشی در بین افراد مسلمان که فتنه ایجاد میکنه، خب این فسق است. بین دو تا مسلمان شما خبر رو میکشونید و در این میان فتنه ایجاد میکنید، جزء کبائر ذنوب به شمار میاد، گناهان به شمار میاد. اما اینکه برای کفر خبرچینی کنید، گزارش بدید و اسرار مسلمان ها رو براشون برسونید، کفر است. این مطلب در سوره ممتحنه به طور مفصل اومده. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء و من یتولهم منکم فانه منهم. دوم بحث نصرت و حمایت هست. نصرت و حمایت بر علیه مسلمان ها، اون کسی که
در هر فعالیتی با کفر همکاری بکنه، حمایت بکنه. به همین صورت همدردی بکنه در مقابل مسلمان ها، حتی با اشاره، باز هم مرتکب ولاء کفار شده و در معرض خطر وقوعی در کفر افتاده و شاید هم مرتکب کفر شده باشه. نصرت دادن چی میخواد به طور قولی باشه، چی میخواد به صورت فعلی باشه، در هر حال این هم یکی از مظاهر ولا و دوستی هست.